بفرمایید، خواهش میکنم. به نام خداوند جان و خرد، با درودی گرم از بن جان و دندان به یکایک شمایان که در این بزم گرد آمده اید تا بیش بدانید، بیش بیندیشید، بیش بکوشید تا به از آنچه هستید باشید. این آرمانیست بزرگ، میتوانم گفت تنها آرمان برترین است در زندگانی. ما زاده شده ایم، به جهان آمده ایم، در شمار مردمان جای گرفته ایم که به این آرمان برسیم. اگر بدان دست نیابیم، زندگانی من به یک بارگی تباه شده است، به هرز و هدر رفته است. بگذارید پوست باز کرده بگویم، به هیچ پرده و پروا، اگر به این آرمان بلند که آرمان زندگانی و هستی ماست نرسیم، آدمی نخواهیم بود. این آرمان تلاشی که در درازنای زندگی انجام می‌گیرد برای رسیدن ما بدان مرزیست بنیادین که ما را از دیگر هست مندان جدا می‌دارد، بر می‌کشد، فرا می‌برد از جانداران، از گیاهان، از کانی‌ها. فرخ‌باد باید گفت به پاس برگزاری این بزم‌ها، بزم‌هایی که نشان از آینده نگری دارد. به دریغ باید گفت که بزمهایی از این دست، بزمهایی که زنجیروار پیوسته باشد، به سامان برگزار بشود، برگزارندگان بدانند که چرا اونها را بر می‌گذارند، چه می‌خواهند کرد، به کجا می‌خواهند رسید، سرانجام به کدامین دستاورد. اندک برگزار می‌شود، همایش سخنرانی فراوان است، اما گسسته، پراکنده، بی سامان. روز یکی از بزرگان فرهنگ و ادب و اندیشه ایران فرا می رسد، بزمی یا بزمهایی در گوشه و کنار این سرزمین سپند اهورایی که همواره در درازنای تاریخ سرزمین فر و فروغ و فرزانگی و فرهیزش بوده است، برگزارده می آید. یک بار گسسته از پیش و پس، اما بزمی که پایدار باشد،
با آهنگی خواستی برنامه ای سنجیده سامان بگیرد، بیگمان کارساز خواهد بود. من از مردان درستکار سپاسگزارم که الفبا را به ما آموخت، زیرا انسان بودن، بگذارید بگویم، با الفبا آغاز می شود. اون چه ما را از اون دیگر هست مندان باز می شناساند، پایه در الفبا دارد. اندکی از جانداران، اندگیکی می توانند با الفبا آشنایی بجویند، اما این آشنایی اونچنان نیست که مایه دگردیسی آنها بشود از جاندار به هستمند اندیشه‌ور. گویا فرزانگان کهن برترین گزارشی که از انسان، از چگونگی او به دست می‌داده اند، گزارشی که تا کنون کار کرده خود را پاس داشته است، این است: انسان جاندار گویاست، تنها هستمندی است که سخن می تواند گفت. چرا در میان ویژگی های گوناگون برتر آدمی سخن گفتن را برگزیدند؟ بیگمان بیهوده نیست. هوده آن چیست؟ پایگاه آن کدام است؟ پاسخی بیش نداریم. سخن گفتن برابر است با اندیشیدن. شما اون گزارش را به آسانی به هیچ درنگ می توانید اندکی بدین سان دگرگون کنید. انسان جاندار اندیشمند است. فرزانه فرمانده توس، اوستادان اوستاد، که یادش نیکو باد. در آغاز شاهنامه که نامه فرهنگ و منش و اندیشه ایرانی است، بیتی دارد شگرف بیمانند، می توانم گفت ورجاوند، اعجازآمیز. در اون بخش از شاهنامه که از شناخت سخن می گوید، یکی از نقص ترین باریک ترین
دشوارترین پرسمان ها و زمینه های اندیشه ورزی در همه سامان ها شناخت شناسی است. اون چه فرنگیان اون را اپیستمولوژی می نامند. شناخت چیست؟ چگونه انجام می گیرد؟ استاد پاسخی ژرف، باریک، شگفتی انگیز، همواره پذیرفتنی بدین پرسش داده است. خرد گر سخن برگزیند همی، همان را گزیند که بیند همی. خرد سخن دیدن، سپایه برترین در این بیت گنجانیده شده است. خرد گر سخن برگزیند همی، همان را گزیند که بیند همی. چرا از خرد یاد می کند؟ خرد است که در کار است. سخن گفتن و گزینش، دیدن ریشه در خرد دارد. زیرا خرد است که خواستگاه دانایی و آگاهی و هوشیاری است. خرد چگونه به نمود و به کردار در می آید؟ به آسان ترین، به گسترده ترین شیوه، با سخن گفتن. سخن ترجمان خرد و اندیشه است. نکته بسیار شایسته درنگ در این بیت آن سومین است. همان را گزیند که بیند همی. خرد چگونه سخن میگوید؟ خرد چگونه پدید می آید؟ می پرورد؟ با دیدن. خب ما پنج توان سهشی حسی داریم، چرا استاد انگشت بر دیدن برمی نهد؟ پاسخ این است، زیرا بینایی برترین این توانش هاست. بینایی است که ساختار ذهن و اندیشه ما را می ریزد. هوش ما، خرد ما در بنیاد بینشی است.
خواست من به همون سان استاد فرخ نهاد طوس از خرد، خردی است که همه ما به کار میگیریم، خردی که گاهی اون را ابزاری هم مینامند، خرد کار کرد گرایانه، این تنها گونه خرد نیست، این فروترین گونه خرد است. خرد ما در دامان ستانده های حسی من می بالد و می پرورد. پیشینه این ستانده ها دیده های ماست، اون چه میبینیم. از همین روز که دیدن کما بیش برابر میافتد با اندیشیدن در بسیاری از زبانهای جهان، از اون میان در زبان شکرین و شیوا و شورانگیز پارسی، کسی میگوید در این باره چه میبینی؟ میخواهد گفت در این باره چه میاندیشی؟ دیدگاه تو، نگره تو در این باره چیست؟ یا گاه وام واژه ها را پارسی زبانان به کار میبرند، نظر تو چیست؟ اگر از این منظر بنگریم چنین خواهد بود. در زبان های دیگر هم این کاربرد را میابیم، من نمیخواهم بدان ها بپردازم. خردگر سخن برگزیند همی، همان را گزیند که بیند همی. نخست بیناییست، پایه را آن می‌ریزد. دومین چیست؟ پاسخ روشن است، شنوایی. همچنان به سخن باز می‌گردد. سومین کدام است؟ بساواهی، لامسه. چهارمین چشایی است، پنجمین بویایی. به درست از همین روست که نابینایان که هرگز ندیده اند، نابینا از مادر زاده اند، هم دیدن را به جای اندیشیدن به کار می برند. خوب، اندیشه، سخن، پیوند این دو را
من سخت کوتاه باز نمودم تا بتوانم به فرجام برسم. از اون چه مردان درستکار در گفتگوی فراوایی تلفنی در پیشنهاد برای این سخنرانی، من این سرنام را بیرون کشیدم: اندیشه، سخن، فرجام. در نگاه نخستین برای بسیار کسان این سه هیچ پیوندی با یکدیگر نمیتوانند داشت، اما پیوندی تنگ، ساختاری، همواره ناگزیر در میان آنهاست. ساختار اندیشه را ستانده های سهشی حسی پایه می ریزند، به ویژه بینایی. برترین ابزار کارکرد و نمود خرد سخن است. از همین روست که دانایان دیرین مرزی که آدمی را از دیگر هستمندان جدا می دارد سخنگویی دانسته اند. جان آدمی را جان سخنگوی نامیدند، نفس ناطقه. اندیشه در گفتار است که آشکار و پدیدار می شود. شاید شما بگویید در نوشتار هم، اما نوشتار وابسته دنباله است از گفتار، ریخته دیگری است از آن. گفتار بسیار دیرینه است، نوشتار نوپدید است. من برانم که مرزی که جهان بسیار کهن را که اون را پیش از تاریخ می نامیم، از جهان نوتر یا جهان تاریخی می گسلد، باز می شناساند، پیدایی دبیر است یا نوشتار، خط. از زمانی که آدمی دبیر را پدید آورد، روزگار تاریخی آغاز گرفت. کدام یک از این دو روزگار بیش به سود آدمی بوده است؟ این پرسشی است، پرسمانی است که بسیار جای کند و کاو دارد. بیشتر گمان بر این است که روزگار درخشان، پرسود، گران سنگ، ارجمند
روزگار تاریخی است. من با این دیدگاه هم داستان نیستم. این یکی از برنهاده‌های ایزدی است، از قانون‌های جهان هستی است که ما به پاس آن که چیزی را به دست بیاوریم، به ناچار می‌باید چیزی را از دست بدهیم. این هنجار بنیادین زندگی در گیتی است. گیتی آمیزه است از ناسازها. هر پدیده گیتی را شما بنگرید، ناسازی در برابر دارد. جان، تن، آسمان، زمین، روز، شب، روشنایی، تاریکی، نرینگی، مادینگی، زنی، مردی، این فهرست پایان ناپذیر است. در همین پایه است که ما چیزی را از دست می دهیم تا چیزی را فرادست بیاوریم. هنگامی که آن روزگار پایان گرفت، چیزهایی بسیار را از دست دادیم تا چیزهایی بسیار را به دست بیاوریم که ناساز و وارونه آن از دست داده هاست. من تنها به یک نمونه بسنده می کنم از اون چه از دست داده ایم. شکفتگی، شادابی اندیشه‌ای و درونی، در دم زیستن، بیش با خود بودن، از دست رفت. به گونه ایستایی دوچار شدیم. اندیشه به بند کشیده شد، در تنگنا افتاد. بند و تنگنای نوشتار. نوشتار آدمیان را هرچه بیش به یک دیگر مانند کرد. انگیزه برخی اندیشه شد. برخی واژه پارسی قربانی است. با نوشتار آموزه پایداری یافت. با پایداری آموزه یاد بر نهاد چیره شد. در روزگاران پیش از تاریخ ما بیش با نهاد و درون خود در پیوند بودیم. در روزگار تاریخی در دام یاد افتادیم. کودکان را بنگرید، با خود بسنجید. کودک هنوز زنده است، تپنده است، بند و دام نمی شناسد. ده کودک را در جایی بنهید، هر کدام از آنان به کاری دیگر می پردازد، رفتاری دیگر دارد. ما با آموزش، با نوشتار، کودکان را در کالبدهای از پیش ساخته
فرو می ریزیم، فرو می گنجانیم. اون شکفتگی، شادابی، دردم زیستی، شور و شرار کاستی می گیرد. کودک در دام هنجارها بایست ها و نبایست ها فرو می افتد. ما کودکان من را در کالبدی می ریزیم که ما را در آن ریخته اند. نمی خواستم به این زمینه بپردازم. سخن توسنی کرد و مرا بدین سوی برد. تنها خواستم روشن بدارم که اگر میگویم چیزهایی را از دست داده ایم تا چیزهایی را به دست بیاوریم، به درست به چه معنی است؟ انسان امروزین از خود بیگانه ترین انسان است. چرا؟ چون یاد آموزش یک سره بر نهاد انگیزش چیرگی یافته است. در گذشته گاه می آموختیم، کتابی بر می گرفتیم، می خواندیم. امروز به ناچار هر دم می آموزیم. آموخته ها از در و دیوار می بارد. به درست از همین روز که آسیمه ایم، به سامان نیستیم، نشانه های اون را آشکارا میبینیم. بیماری های گونه گونه روانی، تبهکاری، کودک دبستانی جنگ افزار برمیگیرد و همسالان خود را به تیر میبندد. بزرگترین ستمی که بر ما در این جهان، جهان کنونی که بدان می نازیم رفته است، این است که هنر با خود تنها ماندن را از دست داده ایم. از خود می هراسیم، زیرا سخت با خود بیگانه ایم. روشن است که ما از اون چه نمیشناسیمش میهراسیم. چرا از مرگ میهراسیم؟ چون هنوز بر ما ناشناخته است، رازآلود است. از خود می هراسیم چون با خود بیگانه ایم. باور ندارید؟ بیازمایید. سوده و مانده از کار روزانه، به آن خانه امن و آسایش که خانه شماست پناه میبری. کسی در خانه نیست. در آغاز بسیار شادمانید که من تنهایم، میتوانم یله و رها باشم. اما تاب تنهایی را نمیآورید. نخست بر نشستنگاهی نرم می نشینید،
اما نمی توانید نشسته بر آن بمانید، برمیخیزید، در یخچال را می گشایید که خوراکی یا نوشاکی را بردارید. روزنامه ای بر میز افتاده است، اون را برمیگیرید، نگاهی می افتنید. گوش به رادیو می سپارید یا تلویزیون رو می بینید. بیان که نیاز باشد گوشی تلفن رو بر می دارید، به کسی زنگ می زنید. درود، چونی، چه می کنی، در کجایی؟ چرا نمی توانید با خود تنها باشید؟ برای اینکه خوگیر شده اید به این که با دیگران بمانید و بزیید، حتی اون زمان هم که به تن تنهایید نیاز دارید که با دیگران باشید. این پرسمانی است بزرگ، گونه بیماری فراگیر است که گسترش فناوری رسانه‌ای به همراه آورده است. یکی از بیمه‌های بزرگ در روزگار ما این است که فرزندان ما در آینده چگونه خواهند بود، چگونه خواهند زیست. نشانه های آسیب شناختی اون زندگانی نابهنجار وارونه هم اکنون آشکار شده است. کودک به اون دستگاه سرد خاموش آهنین که بیشینه زمان روزانه گاه شبانه خود را پیشا روی آن می گذراند، بیش گرایان است و دلبسته است تا به کودکان دیگر. اون بازی های همگانی دیریست که رخت بربسته است. ما بیش در جهانی دروغین که جهان رسانه است میزیم تا در جهان راستین که جهان انسان هاست. حتی میگویند کسانی هستند که با دلدارانی از این گونه نرد عاشقی میبازند. راستی به کجا خواهیم رسید؟ باز سخن توسنی کرد و مرا از راه به در برد. خب اندیشه بسیار نیرومند است. به ویژه اندیشه‌ای که از دام تنگ واژگان یا سخن رها شده باشد. اگر اندیشه از این دام رست، به گونه ها و رده های فراتر راه خواهد برد. اون خرد از دام تنگ حس خواهد رست. پیر هجیر پر دار و گیر بلخ در رازنامه بزرگ و بیمانند خود مثنوی بیت‌هایی دارد که هر کدام از آنها دریایی است از اندیشه
از معنی، از آگاهی که در کوزه خرد بیت ریخته شده است. من به دریایی در یکی از این کوزه ها بسنده میکنم. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. آنچه مرا که آدمیم می سازد، چیستی می بخشد، اندیشه من است، نه استخوان و ریشه و کال بودم. بیت دوم، دریای راز است. گر بود اندیشه‌ات گل، گلشنی. گر بود اندیشه‌ات گل، گلشنی. ور بود خاری، تو هیمه گلخنی. اگر اندیشه تو گل باشد، تو در گلشن خواهی بود. اگر خار باشد، هیزم گلخنی، آتشخانه گرمابه. اینجاست که به فرجام میرسیم. شما به آفریدگار، به جهان پس از مرگ، به داوری بازپسین، اگر باور داشته باشید، خواهمتان گفت اون جهان، اون داوری بر پایه اندیشه شما خواهد بود. ویژگی گیتی این است که گسلی ژرف هست. در هر اون چه گیتی است، این سریست در میان اندیشه و کردار. بیانگارید که دروگری، نجاری میخواهد میزی بسازد. به میز میاندیشد، اما بسیار کار باید انجام بدهد تا اون پاره چوبی که برگزیده است میز بشود. دیری به درازا میکشد، اما در مینو، در جهان دیگر، هر چه هست اندیشه است. شما میخواهید میزی داشته باشید با رنگ فلان، با ریخت فلان، از چوب فلان، بیدرنگ میز پدیدار خواهد شد. اونجاست که به راستی خواستن توانستن است. بافتار زیستی ما را در اونجا اندیشه ما می سازد. اگر تاریک اندیش باشی، در تاریکی خواهی زیست.
هنگامی از اون تاریکی میتوانی رست که روزنی از فروغ در اندیشه تو گشوده بشود. در گیتی هم گاه کسانی اونچنان از هر بند و دام رسته اند که می توانند به چنین پایگاهی در اندیشیدن برسند. پاره از فرار روانان از این گونه اند. یکی از آنان که نامی هم برآورده است در فراروانشناسی مردی آمریکایی بود به نام تد سیریوس. توجینه یا فیلم حساس را بر پیشانی او می نهادند، او به چیزی می اندیشید. برای نمونه به سازه ای در دوردست، اون سازه بر اون فیلم نقش می گرفت. یک نمونه شایمانی کلاسیک شده از این توان اندیشه این است. پای مردی فرا روان واسطه ای به اصطلاح روحی برای انداختن عکسی می رود به عکاسخانه. هنگامی که در برابر نگاه خیره دوربین نشسته است، با خود می اندیشد، آرزو می برد که ای کاش اون جامعه گل نشانی را که بسیار زیباست و در گنجه خانه دارم بر تن می داشتم، عکس من زیباتر می افتاد. دمی می اندیشد و بیرون می رود. چند روز پس از آن که به عکاس خانه باز می آید تا عکس را بستاند، عکاس با شرم و پروای بسیار میگوید که اون عکس اونشان که باید نیست، دوباره باید عکسی بیاندازید. او میگوید چرا؟ عکاس عکس را به اون نشان میدهد. بر فراز نگاره و تصویر آن زن پرهیبی، پرهیب واژه مشهدی است، من اون را به جای شبح به کار میبرم، از اون جامعه گلدار بر تن اون زن دیده میشود. پاره از ورجها، کارهای بسیار دشوار، کرامت که به پیران بزرگ بازخوانده شده است از همین گونه است. یک نمونه دیگر بیاورم که شگفتی بسیار انگیخته است. یکی از توانش‌های بودائیان تبت است. بانوی از فرنگستان، پژوهشگر، کنجکاو،
به تبت می رود. یکی از کردارهای رازآلود نهانگرایان تبتی را می آموزد با رنج و تلاش بسیار. اون هم آفرینش به یاری اندیشه است. اینکه اندیشه را به چیز، به شیء دیگرگون کنند. او زمانی دراز به درونکاوی می پردازد، اندیشه خود را می کوشد که کانونی بگرداند. می خواسته است راهبی بیافریند. این راهب آفریده می شود از اندیشه او. اندک اندک ریخت می پذیرد، جان و جنب می گیرد، به جست و خیز می پردازد که نه تنها اون بانو، دیگران هم او رو میبینند. کار به جایی میکشد که اون زن از این آفریده خیش به سطوح میآید، اما او تن بدن در نمیدهد که بمیرد. اون زن با رنج و تلاش بسیار او را به درون خیش باز می‌گردند. پیشینیان ما با این پدیده آشنا بودند. بارها در بیت‌هایی از خواجه راز آشنای شیراز از این پدیده که من اون را پیکرینگی اندیشه می نامم سخن رفته است. فرنگیان اون را ایدئوپلاستی می گویند. تنها به یک بیت بسنده می کنم. رواق منظر چشم من آستانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. در این بیت خواجه براستی با که سخن میگوید. یار فرسنگ ها از او دور است. اون که می باید بر آستان پنجره چشم خواجه گام به نهد و به خانه دل او درآید، براستی کیست؟ یا بهتران است که بگویم چیست؟ پیکره پندارینه یار است. در ده ها بیت خواجه از این پیکر سخن گفته است و دیگران. چون به من گفتند آبشخورها و کتابهایی را که با اون چه گفته می شود پیوندی دارد یاد کنم، اگر می خواهید به اون نمونه های دیگر در دیوان حافظ برسید، کتاب پند و پیوند را بخوانید. درباره پیکرینگی اندیشه کتاب از گونه دیگر، درباره آن بیت شناخت شناسانه
شاهنامه از کتاب مازهای راز یا پوشینه نخستین نامه باستان بهره می توانید برد. از کتاب های دیگر که از یاد کرده نامشان در می گذارم. خوب. اندیشه، سخن، فرجام. فرجام فرخنده هنگامی است که ما بتوانیم اونچنان در اندیشه نیرومند باشیم که بر ذهن خود لگام بزنیم. ذهن ما در سرشت و ساختار هرز پوی است. به بادی میماند که بر گلزار میوزد. باد هرگز بر گل یگانه درنگ نمیورزد. اما اندیشه نیرومند در فرمان ذهن نیست. ذهن را به فرمان در می آورد. اگر چنین شد، اندیشمند توانست در اندیشه خیش کانونی بشود، اون شگفتی ها روی خواهد داد. فرخنده ترین فرجام را هم در این جهان و در اون جهان خواهد یافت. و پس این سخنم این است، آن جهان را بدین جهان خواهد آورد، مینو را با گیتی آشنایی خواهد داد. نمیدانم زمان ما بی گمان به پایان رسیده است.